سلام و عصرتون بخیر به یکی دیگه از وبینارهای زمان خوش آمدید. امروز در خدمت آسیه امینی، روزنامه نگار، فعال حقوق زنان و شاعر و نویسنده هستیم. خانم امینی از جمله فعالیت‌های گوناگونی که داشتن در جنبش زنان ایران، یکی از بنیانگذاران کمپین قانون بی سنگسار بودن و همچنین در رابطه با خشونت‌های مرتبط با جنسیت در ایران تحقیقات میدانی انجام دادن در زمینه اعدام زنان و نوجوانان، گزارش‌های متعدد نوشتن و در طول سال‌هایی هم که خارج از ایران زندگی می‌کنند در نروژ فعالیت در حوزه زنان ادامه داشته. و از سوی دیگه، همونطوری که اخبار رو احتمالاً دنبال کردید، میدونید که توی یک ماه گذشته دست کم 3 مورد، من خودم میتونم به 6 مورد از قتل زنان با انگیزه های ناموسی اشاره بکنم که این اخبار بسیار در شبکه های اجتماعی و حتی در رسانه های داخل و خارج از ایران خبرساز شده و توجه رو به خشونت های منجر به قتل، زنکشی و پدیده های نظیر این که حالا به اسم های مختلفی نامگذاری میشه بسیار جلب کرده و به نوعی روشن کرده که چطور همدستی نظام سیاسی و فرهنگ و ساختار قانونی میتونه منجر به فجایعی چنین و خشونت افسارگسیخته نسبت به زنان بشه. برای اینکه موضوع زنکشی رو بیشتر بررسی کنیم، امروز از خانم امینی دعوت کردیم که در این وبینار شرکت بکنن و ایشون قرار هست که توی این وبینار از منظر فرهنگ و سیاست مسئله زنکشی رو مورد بررسی قرار بدن و بحث امروز بسیار فراتر خواهد رفت از مسائل جنبه های مختلفی که حالا این روزها تو شبکه های اجتماعی صرفا مطرح شده و عمیق‌تر خواهد بود. من قبل از اینکه تریبون رو واگذار بکنم که خانم امینی صحبتشون رو شروع بکنم، میخوام تاکید بکنم به اینکه خانم امینی توی روزهای گذشته یک دادخواستی رو هم تهیه کردن خطاب به مقامات سازمان ملل، از جمله آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، جاوید رحمان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر ایران و گزارشگر همچنین گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان در سازمان ملل، و از اونها خواسته که در مورد وضعیت قتل‌های ناموسی اقدام بکنن. همینجا از شما دعوت میکنم که شنونده این وبینار و بینندش هستید که این دادخواست رو بخونید و در صورت تمایل به مشارکت اون رو امضا بکنید. خانم امنی بفرمایید. سلام میکنم و خیلی ممنون نعیمه جان از معرفی و مقدمه‌ای که گفتین. تشکر میکنم از زمانه که این فرصت رو به من داد که به این موضوع مهم بپردازم، نظر خودم رو بگم، تجربه های شخصیم رو بگم و فرصتی ایجاد بشه برای این که خرد جمعی در مورد یک موزل و پدیده اجتماعی شاید شکل بگیره. خرد جمعی منظورم این هست که شروع یک گفتگوی اجتماعی در مورد موضوعی که شاید در این حد کمتر بهش اشاره شده. حالا در مورد این حد و گفتگوی اجتماعی و اینها در طول صحبتم بیشتر بهش اشاره میکنم. موضوعی رو که در واقع به من پیشنهاد شد که تایتل این برنامه رو انتخاب بکنم و من بعد از اینکه کمی فکر کردم در مورد اینکه این روزها سخن از قتل ناموسی خیلی زیاد هست، حتی خود من یک بار کلمه ناموس‌کشی رو هم به کار بردم، اما دوستی به درستی به من تذکر داد در فیسبوک که در واقع این پدیده باید به نام درستش خطاب بشه، برای اینکه این وقتی ما از ناموس کشی یا از قتل ناموسی استفاده می کنیم در واقع
قبل از هر چیزی به رسمیت شناختیم کلمه ناموس رو، و این کلمه ناموس خودش از فرهنگی میاد که بدن زن رو، سرنوشت زن رو، زندگی زن رو متعلق به کسی دیگه ای میدونه، ناموس کسی دیگه ای میبینه. و دیدم این نقد درستی هست، برای همین در واقع از تایتل این برنامه شروع میکنم، از پدیده زنکشی و دخترکشی. و در اتفاقا دادخواستی هم که نعیم جان بهش اشاره کرد، قتل ناموسی رو تبدیل کردیم به قتل به بهانه ناموس، یعنی بین این دو تفاوت هست. موضوع دیگه‌ای که در واقع بهش فکر کرده بودم و امروز میخوام راجبش حرف بزنم، یک کمی راجب تجربه های شخصی خودم هست در این زمینه و یک کمی جمع‌بندی هست و خب در پایان هم قراره که با هم صحبت بکنیم. البته متاسفانه من صدای شما رو نمیشنوم و فقط سوالاتون رو میخونم. آیا زنکشی یک پدیده فرهنگی هست؟ این سوال اول هست. به این سوال فکر بکنیم، پدیده فرهنگی یعنی چی؟ پدیده فرهنگی یعنی این که وقتی ما در جامعه ایرانی، در محیط فرهنگی ایرانی راجع به یک موضوع صحبت میکنیم، اون باید متفاوت باشه با همون پدیده یا همون واژه در یک جامعه دیگه‌ای که ما فکر میکنیم یا شاخصهای اجتماعی نشون میدن که فرهنگ متفاوت از ما دارن. خب راجع به این موضوع باید حرف بزنیم. خیلی در همین یک ماه گذشته که این سه قتل دلخراش و جنایت رخ داده، خیلی ها اومدیم حرف زدیم راجع بهش، در مورد قانون حرف زدیم، در مورد تابوهای اجتماعی حرف زدیم، در مورد مسئولیت فردیمون حرف زدیم و از جوانب مختلف رسانه ها بهش پرداختن. یکی از مسئله ها که خیلی هم بهش اشاره شده و اتفاقا از دیروز تا امروز که ما قرار این وبینار رو گذاشتیم، من حداقل 4 مورد رو رسیدم بخونم، داستانهایی بود که افراد شیر کردن، برای من فرستادن و در مورد خیلی داستانهای دلخراشی هست، در مورد اینکه چگونه در طبق سنت اونها در واقع سرنوشتشون واگذار شده به مردهای خانواده. پیش از این هم که در ایران بودم، در سال 87، در آذر 87 یک گزارشی نوشتم که در روز آنلاین منتشر شده بود. در اون گزارش بررسی کرده بودم 5 یا 6 قتل ناموسی رو که در فاصله 5 ماه رخ داده بود و این داستانها رو من دنبال کرده بودم، در موردشون نوشته بودم. جالبه که اشاره کنم در همون سال 87، به دلیل اینکه شاید به دلیل اینکه در اون زمان کنشگری فعالان حقوق زنان در مورد قتل‌های ناموسی به خصوص در خوزستان و کردستان، حالا محیطی که من باهاشون ارتباط داشتم و من مطلعم، مسلما ممکنه جاهای دیگه هم باشه، در خوزستان و کردستان فعالان و گروه زن نسبت به این موضوع واکنششون دادن و شروع کردن به اطلاع رسانی، شروع کردن به روایتگری موضوع و خب به این ترتیب ما هم مطلع شدیم، قرار گذاشتیم و در واقع شاید بشه گفت استارت یک کمپینی که قرار بود در این حوزه اطلاع رسانی بکنه هم زده شد. متاسفانه با اتفاقاتی که در سال 88 رخ داد، هم بسیاری از کنشگری‌های اجتماعی در واقع قطع شد و زیر سرکوب سیاسی قرار گرفت و هم خیلی از فعالان حقوق اجتماعی، مدنی، روزنامه‌نگاران، وکلا، کسانی که به هر حال یا کار کنشگری میکردن یا کار تحقیقی میکردن، پرت شدن به اقصی نقاط دنیا و این پراکندگی جغرافیایی خودش باز یک توقفی رو ایجاد کرد. اما برگردم به سال 87، در گزارشی که در اون زمان من نوشته بودم، آغاز گزارش این هست: اعلام رسمی آمار 50 قتل ناموسی در عرض 7 ماه گذشته توسط یک مقام ارشد پلیس آگاهی ناجا زنگ خطری جدی است که البته از مدت‌ها پیش به صدا در آمده است. یعنی در فاصله 7 ماه پلیس ناجا اعلام کرده بود که 50 قتل ناموسی در سال 87 رخ داده، که البته توی اون زمینه که در زمانی که اعلام شده بود، بعضی از این قتل‌ها مربوط به اواخر سال 86 می‌شد
که حالا در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمی‌کنه. غزلهایی رو که من پیگیری کرده بودم، یکیش در مورد یک مرد 87 ببخشید در 11 اردیبهشت 77 مردی در دسفول دختر 24 سالش رو کشت. مورد دوم 21 اردیبهشت 87 بود، مرتضی خواهرش رو که اسمش مرجان بود در یک اتاق دار زد. در 28 اردیبهشت 87 مرد 47 ساله‌ای در بیرجند دختر 18 ساله‌اش رو در خانه خفه کرد. جالب اینجاست که بدونید این دختر که اتفاقا هم نام من هم بود ازدواج کرده بود و همسرش در سفر بود، ولی پدر این دختر همچنان فکر میکرد که زندگی آسیه حتی بعد از ازدواج مورد پسند و مورد انتظار او نیست و دخترش رو در خواب خفه کرد. بخشید بله، در بهمن 86 مردی در جاش زاهدان دختر 14 سالش سعیده رو با دوست خودش به دلیل اینکه فکر میکرد که سعیده با کسی ارتباط داره یا به اصطلاحی خیلی ناپسندی که خیلی از ما شنیدیم سر و گوشش میجنبه یا چیزی شبیه این، سعیده رو به کوههای اطراف زاهدان برد و به همراه دوست خودش دختر 14 سالش رو سنگسار کرد. در استان فارس چهارشنبه 1 آبان 87 اعتماد نوشته بود که مردی که نمیخواست دخترش در دانشگاه تحصیل بکنه او رو روش نفت ریخت و آتش زد. مرد دیگه‌ای در تهران بود و در خیابان شادمان باز هم در آبان 87 دخترش رو آتش زد. چند نکته میخوام راجع به این خبرهای تکان دهنده‌ای که شاید در کنه هر کدومشون بشیم بریم یک رومینا و یک در واقع آسیه یا کسی دیگه ای رو که یک زندگی در واقع یک زندگی رو از دست رفته بتونه ما رو تکون بده. اما چرا ما تکون نمیخوریم؟ چرا جامعه ای که در 7 ماه 50 قتل در واقع واقعا جنایتکارانه درش رخ داده اون جامعه رو تکون نمیده؟ ویژگی فرهنگی که میخوایم در موردش حرف بزنیم همین هست. در واقع میخوام این سوال رو اینجا نگه دارم و برگردم به جوامعی که چنین اتفاقی میتونه در اونها تکان ایجاد بکنه. مثال میزنم، من الان در جامعه نروژ زندگی، در کشور نروژ زندگی میکنم. یکی از خب چون حوزه ادبیات هم در واقع کار من هست، خیلی درسش رو خوندم، نوشتن کارم هست، برای من خیلی کنجکاو برانگیز بوده ببینم که اتفاقهای اجتماعی، تحولات اجتماعی در جامعه نروژ چه مسیری رو طی کردن. یکی از این تحولات که بسیار برای من تکان دهنده بوده یا آموزنده بوده این بوده نقش نویسندگان، نقش روشنفکران اجتماعی، کسانی که شاید برای خودشون پوزیشن روشنگری یا مصلح اجتماعی یا کنشگر هم تعریف نکرده بودن، اما مسائلی رو به چالش کشیدن در اون جامعه که امروز نروژ رو در صدر جدول برابری جنسیتی در دنیا قرار میده. به طور مثال آقای به نام هنریک ایبسن، نمایشنامه نویسی که میگن بعد از شکسپیر معروف ترین و پرخواننده ترین نمایشنامه نویس دنیا بوده، 192 سال پیش متولد میشه. در حدود 120 سال قبل کتابی مینویسه به نام خانه عروسکی. در این خانه عروسکی زنی در داستان، در نمایشنامه، زنی به دلیل اینکه به یک بنبست در واقع عاطفی، حسی، فکری و در واقع چلنجی با همسرش در مورد نقش زن بودنش در اون خونه میرسه، به دلیل اینکه نیاز داشته که به عنوان یک انسان به رسمیت شناخته بشه،
اما همسرش او رو عروسک خانه میخواسته، خانه و همسر و دو فرزندش رو ترک میکنه. این نمایشنامه در زمان خودش در نروژ یک انقلاب فرهنگی ایجاد میکنه. این انقلاب فرهنگی فقط به معنی استقبال از این نمایشنامه نبوده، برعکس شرایط به آقای ایبسن چنان سخت میشه که اون مجبور میشه بعد از نوشتن چند نمایشنامه دیگه از جمله دشمن مردم و انتقادهای خیلی زیادی که بهش میشه، ناچار میشه پایان این نمایشنامه رو در یکی از اجراهاش عوض بکنه، یعنی نورا خانهش رو ترک نکنه. بنابراین وقتی که ما داریم راجع به یک پدیده فرهنگی یا یک پدیده اجتماعی حرف میزنیم، این به این معنی نیست که جامعه نروژ از اول برابری جنسیتی داشته، جامعه ایران از اول نداشته. نه، به این معنی هست که این کنشگری مسیری رو طی کرده که فعالان و فعالان فرهنگی، نویسندگان و پیشروان اجتماعی جامعه نسبت بهش حساسیت داشتن و البته حتی با وجود انتقادهایی که به اونها میشده، امکان و اجازه این رو داشتن که این نمایشنامه رو بنویسن، منتشر کنن، اجرا بکنن. بعد از انتقادهایی که حالا ممکنه جامعه بهشون کرده باشه، مردم بهشون کرده باشه، کشور رو ترک بکنن. اما اون اثر تأثیر خودش رو بر اون جامعه گذاشته. و من اگر بخوام برای شما نام این نویسندگان رو که در زمان خودشون مهمترین مسائل اجتماعیشون رو به چالش کشیدن، مسئله نابرابری زنان رو، مسئله در واقع شغل رو، نه مسئله فقر و فساد رو، مسئله فساد در کلیسا و هیئت حاکم مذهبی رو، همه اینها رو در واقع مسائلی هست که پیشروان فرهنگی پرچمدارش بودن. این به این معنیه که باز تکرار میکنم در اونجا این آزادی وجود داشته که بیان راجع بهش حرف بزنن. من دو روز گذشته یک برنامه دیگه داشتم، اون مربوط به حوزه آزادی بیان میشد، برای اینکه اون هم یکی از حوزه هایی هست که به هر حال من به عنوان یک نویسنده درش درگیر هستم و به خاطر اینکه در انجمن قلم نروژ حضور دارم بیشتر نسبت به درگیری دارم یا فعالیت میکنم. به قانون و مقررات مصوبه‌ای که شورای عالی انقلاب فرهنگی در دهه 60 در ایران تصویب کرد و بعد در سال 98 این اصلاح شد در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اشاره کردم که این مصوبه تعیین کننده این هست که چه کتابهایی در ایران اجازه انتشار دارن. میخوام بگم وقتی که ما در مورد مسئولیت فرهنگی حرف میزنیم، در واقع این مسئولیت فرهنگی فقط مسئولیت فرد نویسنده یا هنرمند یا فعال اجتماعی نیست. این مسئله‌ای هست که در واقع به مقررات و بستر قانونی اون جامعه هم ربط مستقیم پیدا می‌کنه. در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگیش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است کارگروه‌هایی رو که ظاهراً حدود 10 کارگروه هست الان در وزارت فرهنگ، تعیین بکنن که ممیزی کتاب رو به عهده اونها گذاشته. هدف از این ممیزی در بند اول این مصوبه که شما با یک سرچ ساده هم میتونین بهش دسترسی پیدا بکنین، هدف از این ممیزی در واقع ترویج اهداف انقلاب اسلامی، ایرانی بودن، اسلامی بودن و انقلابی بودن ذکر شده. شما خب چطور میتونید یک جامعه ای رو به نقد بکشید؟ چطور میتونید هنجارهای اجتماعی یک فرهنگ رو به نقد بکشین اگر اون تشخیص داده بشه، 10 نفر اونجا بشینن و تشخیص بدن که این با آرمانهای انقلاب، با آرمانهای اسلام یا با آرمانهای حتی ملیگرایی. ملیگرایی خودش ببینید در یک بره میتونه باعث ایجاد همبستگی و اتحاد بین مردمی بشه که مثلا ممکنه مورد ستم باشن، مورد استعمار باشن یا مورد استبداد باشن، اما برای مردمی که آزادی دارن، برای مردمی که استقلال دارن، افراطی‌گری در ملیگرایی خودش میتونه بازدارنده باشه، برای اینکه میتونه تبعیض ایجاد بکنه. حالا من وارد اون بحث نمیشم، برای اینکه بحث خیلی حساسی هست. میدونم که چقدر جامعه ایرانی و مخاطبان ما در این مورد حساسیت دارن و جاش هم اینجا نیست. اما میخوام برگردم به بچه مثبت ملیگرایی.
وقتی که ما در مورد ملی‌گرایی حرف میزنیم، این شعار، برای این شعار در عمل چه کنشی تعیین میکنیم؟ برای خودمون چه کنشی تعریف میکنیم؟ آیا ما راننده ایم؟ آیا ما معلمیم؟ آیا ما نویسنده ایم؟ دکتریم؟ پزشکیم؟ استاد دانشگاهیم؟ سیاستمداریم؟ برای خودمون جز حرف زدن در دایره بسته خانه چه کنشی رو تعریف میکنیم؟ چه قدمی رو در عمل بر میداریم؟ اینجا هست که برمیگردیم به اینکه باز تفاوت فرهنگی و سیاسی در دو تا جامعه میتونه در واقع آموزش کنشگری باشه. متاسفانه باز من در این فرصت کوتاه که فکر میکنم زمانم هم خیلی نمونده، نمیتونم راجع به وجوه کنشگری، تفاوت‌های کنشگری و اصلا آموزش کنشگری حرف بزنم. اما میخوام بگم که باز یکی از مسائلی که جا داره اتفاقا به ازش تشکر بکنم، قدرش رو بدونیم، گروه های محلی هستن که در خوزستان و کردستان و حتی باز یک کمی ارتباط من کمتر بوده ولی شنیدم که فعالان حقوق زنان در سیستان و بلوچستان هم خیلی خوب فعالیت میکردن اون زمان. در این گروه های محلی خود زنان دست به کار شدن برای اینکه روایتگر خشونتی بشن که در زنکشی و دخترکشی در این مناطق وجود داشته. اما آیا این صدا شنیده شده؟ نه. چرا؟ چون باز هم ما به اون در بسته‌ای میخوریم که یک عده‌ای نظارت میکنن بر اینکه شما در رسانه چی میگین، در سوشال مدیا چی میگین، در واقع فضای عمومی جامعه چی میگین. بنابراین وقتی که من چند بار در چند روز گذشته و حتی در دادخواستی که در زمانه هم منتشر شد اشاره کردم که زنکشی و دخترکشی در ایران وجهی سیاسی داره، به نوعی باید اون رو با عینک یک موضوع و پدیده سیاسی نگاه کرد. چرا؟ به دلیل اینکه در مورد قانون بسیار حرف زدیم، امروز فرصت نمیشه من دوباره بیام اونها رو بگم، ولی شما همین دادخواست رو اگر یک بار نگاه بکنید که در سایت زمانه و در خیلی از شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده، در اون در واقع موارد قانونیش اشاره شده که چرا این قانون‌های بازدارنده‌ای برای زنکشی نیستن و برعکس تشویق کننده هستن. تشویق کننده منظورم این هست که شما وقتی مجازاتی تعیین نمی‌کنید و از طرفی حق مالکیت سرنوشت دخترتون رو به پدر و جد پدری میدین، به طور طبیعی این اتفاق خواهد افتاد. و وقتی که اگر قرار به اعتراضی باشه، این اعتراض جنبه جامعه مدنی پیدا نمی‌کنه، یعنی گروه‌های جامعه مدنی، نهادهای شکل نگرفتن که بتونن روی مسائل اجتماعی کار بکنن به دلیل اینکه با سرکوب مواجه شدن، گروه‌های محلی نتونستن صداشون رو به سطح ملی برسونن، به اون رسانه‌های مینستریم و اساسی و بزرگ برسونن، در حد محلی و در حد کنشگری‌های بومی محدود شدن، این خودش یک مشکل دیگه هست. مسئله سوم گروه‌های سیاسی هستن. بریم نگاه کنیم گروه‌های سیاسی، کدوم گروه سیاسی اومده مسئله زنکشی رو اولویت خودش در مورد برای تغییر یک جامعه قرار داده؟ متاسفانه باید بپذیریم که گروه‌های سیاسی ما هم در همون آموزش تعریف قدرتی که در ایران قرار داره و در یک نظام سلطه فقط تعریف میشه، در همون چارچوب خودشون رو میبینن و تعریف میکنن. گروه های سیاسی ما رابطهشون با جامعه مدنی و رابطهشون با نیازهای واقعی مردم در زندگی روزمرهشون قطع شده. ممکنه شما بگین که کدوم گروه سیاسی؟ مگه ما گروه سیاسی آزاد داریم؟ حق با شماست. باز هم برمیگردیم به همون بنبستی که در واقع در یک نظام متاسفانه بسته، در یک نظام بسته سیاسی، در یک نظام تک صدایی که نه نویسنده میتونه سخن آزادش رو منتشر بکنه، نه کنشگر اجتماعی فرصت پرداختن به مسائل اجتماعی داره، نه امکان ایجاد همگرایی ملی در مورد مسائل محلی، که البته من با اون خبری که در سال 87 منتشر کرده بودم به همون طبق همون خبر، این اخبار زنکشی چندان دیگه محلی هم نیست. ما در تهران و شیراز و بیرجند و زاهدان و کرمان و دسفول، من مثال هاشو براتون زدم. بنابراین این مسئله اولا با این که
آمارش در مناطق مختلف متفاوت هست، اما یک مسئله واقعا ملی هست. ضمن این که وقتی ما قانون جامع هست، وقتی که قانون تام هست، یعنی این که تمام افراد یک کشور میتونن در معرض همون آسیبی قرار بگیرن که دختری در خوزستان میتونه قرار بگیره، کما این که رومینا در تالش شمال زندگی میکرد و خیلی از ما ممکنه متعجب شده باشیم که از اینکه در حداقل منی که شمالی هستم فکر نمی‌کردم که در شمال هم همچین موردی داشته باشیم، در حالی که ما در شمال سنگسار هم داشتیم. کمتر کسی این رو باور میکنه، اما داشتیم. بنابراین من نمیخوام از این شاخه به اون شاخه بپرم. مسائلی که بخوام بهش اشاره بکنم خیلی زیاد هست. موضوع بحث من زنکشی، فرهنگ و سیاست بود، برای اینکه فرهنگ و سیاست در یک زنجیره به هم پیوسته هستند. فرهنگ یک بسته غیر قابل تغییر نیست. فرهنگ و هنجارهای اجتماعی به هم پیوند خوردن و هنجارهای اجتماعی با سنتهای ما پیوند خوردن. چه کسی قرار است فرهنگ ما رو تغییر بده؟ چه کسی در کشورهایی که امروز پدیده اجتماعی به نام جنایت زنکشی و دخترکشی ندارند تفاوت ایجاد کرده با جامعه‌ای مثل جامعه ایرانی که این پدیده رو در خودش داره؟ این سوالی هست که همه ما باید بهش فکر بکنیم، برای اینکه آگاهی سازی کار ما هست. شما امروز شبکه‌های اجتماعی رو در دست دارین که خوشبختانه با اینکه متاسفانه این اخبار بسیار تلخ هستن، ولی به نظر من این خوبی رو ما شاهد این دستاورد خوب هستیم که شبکه‌های اجتماعی دارن تلنگر میزنن به جامعه. ما داریم همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم داریم از این در واقع شبکه استفاده میکنیم برای اینکه بیایم این بحث رو عمومی‌تر کنیم. ما نیاز به این داریم. خیلی دلم میخواست در مورد گفتمان بیشتر حرف بزنم، برای اینکه اگر ما دنبال یک تغییر اجتماعی در حوزه فرهنگی و اجتماعیمون هست در واقع بهش باور داریم، باید اون رو تبدیل بکنیم به یک گفتگوی اجتماعی. تا زمانی که در خونه هامون رو میبندیم و در مورد مسائل بزرگ اجتماعی و ملیمون پچ میکنیم با هم، یا غر میزنیم یا صرفا در واقع اون رو ما رو عصبانی میکنه یا ما رو وادار به فرار میکنه، هرگز نمیتونیم پدیده اجتماعی رو تبدیل به یک کنش کنیم، هرگز نمیتونیم کنش رو تبدیل به گفتگوی اجتماعی بکنیم، گفتگوی اجتماعی رو تبدیل به گفتمان کنیم. احزاب و گروه های سیاسی و مسئولان و مدیران فرقی نمیکنه. همین امروز اگر جمهوری اسلامی بره و یک حکومت دموکرات بیاد سر جاش و این استبداد فعلی نباشه، رفتار ما میتونه اون حکومت دموکرات رو هم تبدیل به یک دیکتاتوری کنه. بنابراین اگر این تغییر در ما رخ نده، هیچ حکومتی نمیتونه خود به خود به ما آزادی، استقلال، جامعه مدنی و فرصت تغییر بده. من صحبتم رو اینجا تمام میکنم. از قرارمون بیشتر حرف زدم و خواهش میکنم که نعیمه جان اگر سوالی رو قرار من جواب بدم به من اطلاع بدن، اگرم سوالی نیست میتونیم بحث رو ادامه بدیم. سپاسگزارم آسیه جان. سوال خوشبختانه هست. هم خودم سوال زیاد دارم، همین که سوالی از سمت دوستان مطرح شده. در صحبتاتون شما یک صحبت از یک بنبستی، یک نوع بنبست سیاسی و قانونی من میخوام اسمشو بذارم کردید، که خب به هر حال به نظر میرسه به دلیل این بنبست نمیشه چشم امید داشت که تصویب که حداقل به این زودی و با این روی کرده که حاکمیت جمهوری اسلامی داره، قوانینی تصویب بشن که بتونن بازدارنده باشن و این خشونت افسار گسیخته رو کنترل بکنن. یکی از دوستان آقای علیرضا ایران دوست پرسیدن که خانم امینی، دادخواست منتشر شده خطاب به سازمان ملله، آیا از نظر عملی امکان تغییر قوانین از این طریق وجود داره؟ من تصویرم فریز شده ولی صدای من رو داری؟ من تصویر شما فریز شده نمیبینم. باشه، سوال خیلی خوب و مهمی هست.
و من در پاسخ به آقای ایراندوست یک مثال میخوام بزنم. در سال 85 در واقع من در ادام پیگیریم برای زنانی که حکم اعدام داشتن در زندان به مواردی از حکم سنگسار برخورد کردم. وارد جزئیات نمیشم، فقط میگم که اون پیگیری منجر شد که با عده ای از کنشگران حقوق زنان در ایران یک کمپینی رو برای تغییر قانون سنگسار راه انداختیم. بعد از مدتی به دلیل فشارهای سیاسی و جوی که وجود داشت به این نتیجه رسیدیم با گفتگو با کنشگران خیلی مختلف، از جمله با از طریق یاد گرفتن از کنشگرانی که مثلا در کشور پاکستان که کشور همسایه ما بود و اونها فعالیت هاشون رو در این زمینه خیلی جلوتر از ما شروع کرده بودن، به این نتیجه رسیدیم که یک موضوع محلی باید شنیده بشه. گاهی اوقات شما از تریبون های داخل کشور تلاش میکنید که این در واقع خطاب قرار بدید هیئت حاکم رو. به طور مثال میزنم، کمپین 1,000,000 امضا اکتیویست هایی داشت در ایران که هدفشون تغییر قانون بود از مکانیزم هایی که در داخل کشور وجود داشت، هم آگاهی چهره به چهره و فرد به فرد بود، هم این که یک هدفی رو تعیین کرده بودن که در نهایت قرار بود که نمایندگان مجلس همون کشور در واقع قانون رو تغییر بدن. میدونیم چه شد، کنشگران در مدنی ترین شکل ممکن این حرکت رو شروع کردن، اما به محض اینکه صدای اونها شنیده شد دستگیر شدن، جلساتشون به هم خورد، تحت تعقیب قرار گرفتن، حکم زندان گرفتن و چنان این سرکوب شدید شد که بعد از 88 هم عملا این کنشگری نتوانست ادامه پیدا بکنه. من این مثال رو به شما با اون مثال سنگساری که زدم پیوند میدم. کنشگری اجتماعی الزاماً تابع کنوانسیون ها، قواعد و مکانیزم های حقوقی به خصوص در حوزه بین الملل نیست. کنشگری اجتماعی مهمترین کارش ایجاد حرکت اجتماعی و تغییر گفتمان برای تغییر سیاسی هست. ببینید، هیچ مکانیزم بین المللی، هیچ مکانیزم حقوقی رو از آسمان نازل نشده، ما این قواعد رو ساختیم. بنابراین مهمترین هدفی که این دادخواست داشته شنیده شدن صدا بوده. در داخل کشور این صدا شنیده نشده. در بسیاری از موارد در واقع شما از طریق روابطی که در خارج از کشور وجود داره صدای خودتون رو بلند میکنید. حالا هیئت حاکمه اگر گوش شنوایی داشته باشه این صدا رو میشنوه، برای تغییر قدمی برمیداره. اما اگر این در واقع صدا شنیده نشه، اون وقت دیگرانی هستن که به مکانیزم های حقوقی در حوزه بین الملل، حالا از طریق سازمان بین الملل، از طریق کنوانسیون های بین المللی، از طریق روابط بین المللی برسن و این کار رو پیش ببرن. این کار من کنشگر اجتماعی نیست. کار من کنشگر اجتماعی رساندن این صدا به گوش بیشترین حد مردم هست. خیلی ممنون. یک پرسش مطرح شده درباره سویه‌های قومی و نژادی قتل‌های ناموسی و زنکشی که اتفاقا این هم روی صحبت‌های شما بوده و اینکه چطوری در واقع فراتر رفته از اون تصورات قبلی که شاید بسیاری داشتن. سوال اینه که چطور میشه موضوع زنان و امنیت زنان رو در اولویت قرار داد اما مراقب بود که چنین کاری به تولید کلیشه‌های نژادی قومی و اتنیکی نینجامد؟ خیلی سوال مهمیه و خیلی اشاره دقیق و خوبیه. در همین روزهایی که در واقع ما در خیلی از مناطق میفهمیم، در خیلی از در واقع شبکه‌های اجتماعی میشنویم و میخونیم که چقدر راحت ما به اقوام مختلف و مشخصی اشاره میکنیم. من همینجا دوباره تکرار میکنم، در صحبتام هم اشاره کردم، اولین اطلاعهای ما در اولین آگاهی ما در حوزه هم قتل‌های زنکشی و دخترکشی و هم مسئله ختنه دختران که هرگز مسئله خیلی از شاید ما فعالان حقوق زن تا پیش از اون نبود، از طریق کنشگران بومی
اتفاق افتاد و این آگاهی اولیه از طرف اونها منتشر شد. من فکر میکنم خود این موضوع خیلی مسئله مهمی هست که به بازی گرفتن همدیگه، ما این عرصه رقابت نیست که ما فکر کنیم چه کسی اول واردش شد یا چه کسی بهتر باورش میشه. اگر تریبونی وجود داره، اتفاقا این تریبون باید به اون کنشگران بومی داده بشه، صدای اونها باید بلند بشه و شنیده بشه و امیدوارم که این امنیت براشون وجود داشته باشه، چه از طرف حکومت چه از طرف، متاسفانه باید بگم، در واقع اطرافیان خود اونها، چون ما در ترمهای مردم شناسی و جامعه شناسی مسئله اینترسکشنالیتی یا مسئله تقاطع خیلی بهش اشاره کردیم. در ایران مسائل زنان بومی، منظور من زن بومی هم خودم، منظور من زنان دور از مرکزه، زنانی که در مثلا حاشیه شهرها زندگی میکنن، در توایف زندگی میکنن یا در واقع مناطقی زندگی میکنن که سنت‌های قبیله‌ای بیشتر از حتی قوانین حکومتی اهمیت داره، در چنین مناطقی اولین در واقع مواجهه این افراد با مطرح کردن مسائلشون با افراد دوروبر خودشون هست. بنابراین واقعا این شنیده شدن و شاید درست نباشه بگم به بازی گرفتن، ولی در واقع همکاری و هم صدا شدن با اون کنشگران محلی شاید خودش باعث بشه این تصور که مثلا من غیر عرب دارم به موضوع میرسم، من غیر کرد دارم به موضوع چیز میکنم، در واقع جلوش رو بگیره. و باز هم تکرار میکنم، اولین کسانی که راجع به این موضوع اعتراض کردن خود زنان اون منطقه بودن. اگر امروز من آسیه امینی نشستم اینجا حرف میزنم که مثلا گیلکم ولی گیلمازم یا مثلا متعلق به منطقه جنوب نیستم، این حاصل یک همگرایی و یک همفکری و همکنشی بود که از قبل داشتیم، ضمن اینکه اونها رو هم دعوت میکنم به اینکه به این همگرایی اهمیت بدن. نکته دوم، نترسیم از نقد شدن. این نقد که به ما انگ بزنن که امروز اگر راجع به زنکشی حرف میزنیم دو روز دیگه ما باید مراقب باشیم، اما نترسیم از این که انگ میخوریم. این انگ ها خودش موارد بازدارنده است، خودش مقاومت در برابر تغییره. بنابراین بهتره که اگر دوستان اون مناطق صدای من رو میشنون یا صدای ما رو میشنون، اونها هم بیان و به این حرکتی که امروز ایجاد شده بها بدن و صدای اعتراضشون رو برسونن. خوشبختانه من اول صحبت گفتم که 4 داستان شنیدم در دیروز تا حالا برای من فرستادن، 3 تا از این داستان ها مال منطقه جنوب بود. این صدا رو ما باید بازتاب بدیم، اونها دارن حرف خودشون رو میزنن، بنابراین شنیده شدنش بخشیش مسئولیت اجتماعی ما هم هست. سپاس. درباره این سوال شده که خب پدیده زنکشی چیزی نیست که مختص جامعه ایران یا خاورمیانه یا جوامع مسلمان و اینها باشه، مثلا توی کشورهای آمریکای لاتین همین پدیده به چشم می‌خوره. اونجا به نظر میرسه که همدستی قانونی آنچنان وجود نداره. قوانین تغییر کنه هم بازم زنکشی ادامه پیدا میکنه و اگه بله چرا؟ خیلی سوال سختیه برای جواب دادن، برای اینکه همین الان که من با شما ایشون آمریکای لاتین رو مثال زدن، من یه بارم اشاره کردم به کشور پاکستان. کشور پاکستان کنوانسیون رفع همه گونه تبعیض علیه زنان رو امضا کرده، قوانینش رو هم تا حدی، قوانین مدنیش رو منطبق با کنوانسیون سعی کرده که تغییر بده، اما در عمل می‌بینیم پدیده زنکشی اتفاقا یک پدیده شاید خیلی یکی از مهمترین پدیده هاست در پدیده‌های اجتماعی در اون منطقه. اتفاقا پدیده های زنکشی مرتبط با همین مسائلی که مثل آبرو و ناموس و اینها هم هست. بنابراین نمیشه گفت که قطعا تغییر قانون ما رو این جلوی این پدیده شنیع رو میگیره، اما من فقط از تغییر قانون حرف نزدم، من از تغییر فرهنگ و هنجار حرف زدم و تغییر فرهنگ و هنجار در زیر مجموعه قانون خیلی راحت تر اتفاق میفته.
چطور میشه که من دختر من در 9 سالگی و 10 سالگی در مدرسه ای در مثلا شمال دنیا یاد میگیره که باید احترام بذاره که کسی با جنسیت در واقع همجنسگرایی بخشی از انواع روابط انسانی هست و باید بهش احترام بگذاره. او با این آموزش بزرگ میشه. بنابراین سیستم آموزشی و خودش در این تغییر و در این فرهنگ سازی داره نقش ایفا میکنه. فرهنگ ما هم میگیم فرهنگ سازی، فرهنگ رو کی قراره تغییر بده؟ سیستم آموزشی قراره تغییر بده. نویسنده و روزنامه‌نگار و رسانه و تلویزیون و در واقع معلم قراره تغییر بدن. بنابراین این یک شبکه است. امیدوارم از سوال شما خیلی پرت نیفته باشم. در پاسخ به ایشون باید بگم تغییر قانون قطعاً کافی نیست، ولی تغییر قانون تغییر فرهنگ رو راحت تر میکنه. تغییر قانون هنجار سازی رو امکان پذیر تر میکنه. یک سوال دیگه هست که خیلی جالبه که معمولا توی اینجور بحثا مطرح میشه، من توی چند تا جلسه دیگه هم دیدم که این سوال و مشابهش مطرح شده بود، در مورد همپیمانی مادران و زنان با زن‌کشی. شما گفتن صحبت نکردید. بسیاری از پژوهش‌ها در این مورد در کشورهای دیگه نشون میدن که زنان همپیمانی ضمنی با پدری دارن که دخترش رو میکشه و یا زنی که در یک شبکه خانوادگی کشته میشه، زنان دیگه خبر داشتن که خطر رو تهدید میکنه. چرا زنها با این زن‌کشی‌ها همراه میشن و چه میشه کرد که نشن؟ این به نظر من قبل از هر چیزی یک داوریه. این یک پژوهش، نتیجه یک پژوهش نیست. این یک داوریه که ما داریم به طور معمول، به دلیل اینکه شاید داوری دور از ذهنی هم نیست. به دلیل اینکه در یک جامعه وقتی ما راجع به یک تابو حرف میزنیم یا راجع به یک فرهنگ پدر سالار یا مرد سالار حرف میزنیم، زنها هم بخشی از اون جامعه هستن. ببینید، ما وقتی که میگیم بیماری اجتماعی، وقتی میگیم یک ناهنجاری تبدیل شده در یک منطقه یا در یک گستره، حتی تبدیل شده به یک ناهنجاری تبدیل شده هنجار، مثلا مثل همین اتفاقی که برای این سه دختر نازنین افتاد، به این معنی نیست که ما بگیم این بیماری اجتماعی خاص مردان هست. این بیماری جنسیتی نیست، بلکه قربانیان جنسیتی هستند و متاسفانه مرتکبان جنسیتی هستند. باید بین این دوتا تفکیک قائل شد. ببینید، من گفتم این داوریه به دلیل اینکه در همین سه موردی که ما در ماه گذشته خبراش اینقدر حاشیه ساز شده، اینقدر خبرساز شده، حداقل در دو موردشون میشنویم که مادرهاشون چقدر تلاش کردن که بچه رو نجات بدن ولی نتونستن. شما ببینید، یه بار راجبش حرف زدم، روزنامه شهروند اگر اشتباه نکنم یا همشهری آنلاین، یکونم از این دوتا، رفته بود از مراسم هفتم رومینا گزارشی نوشته بود و اون روایت زنان اون محل بود و ما اولین بار صدای خاله و همسایه زن و مادر رومینا رو میشنیدیم که همشون دارن تکرار میکنن خشونتی رو که بر اونها رفته، ولی روایتگران اساسا در روایت‌های اولیه روایتگران مردانه بودن. و وقتی که ما صدای روایتگری زنانه رو میشنویم، تازه میفهمیم که نه، اینطور نیست. در اون جامعه سعی کردن اون زنان که تغییر ایجاد بکنن، سعی کردن مخالف باشن، ولی صدای نشون شنیده نشده. ببینید، بین این دوتا، برای همین میگم این داوری کمی بی‌انصافیه. اولا، دوما، به فرض این که زنانی هم بودن که هم صدا بودن با این تبعیض، این اتفاق چیزی رو از اصل ماجرا تغییر نمیده. این پدیده قربانیان زن داره، بنابراین زنکشیه. حتی اگر یک زنم بزنه به دلیل اینکه مثلا خواهرش آبروی خانواده رو برده بزنه او رو بکشه، باز همین پدیده زنکشیه، برای اینکه قربانی زنه. ما در مورد اینکه این بیماری که مختص زنه، ویروس مردانه که نیست، این بیماری اجتماعیه، اما قربانیانش همیشه کیان؟ بله، متشکرم. یک نکته دیگه توی سوالها، یکی از سوالها هست که به نظر منم خیلی جالبه، اینه که در مورد پدر رومینا اشرفی بعدا مطالبی منتشر شد، گزارش های منتشر شد که متوجه شدیم
این آقا حتی رفته و با وکیل مشاوره کرده پیش از عملش و گفته که پرسیده و پرسیده که اگر رومینا رو بکشم چه سرنوشتی خواهم داشت. و همه معمولا اینطور فکر میکنن که قتل ناموسی یک چیزیه که در لحظه اتفاق میفته، اما گویا براش برنامه ریزی میشه. به پژوهشی در اسرائیل اشاره کردن که زنکشی رو نشون میده معمولا با برنامه ریزی قاتل همراهه. حالا من اینو به سوال خودم دارم اضافه میکنم، مثلا در مورد این خانم فاطمه برهی هم میگن که به حال یه سفری تدارک دیده شده، بعد از یک سال اون دختر رو از مشهد منتقل کردن به جنوب و بعد این کار کردن، یعنی این هم در واقع یک برنامه ریزیه. آیا خانم امینی در مورد زنکشی هایی که در ایران در کار میدانی باهاش برخورد کردن متوجه این موضوع برنامه ریزی شدن که مردا برای این کار برنامه ریزی میکنن، یا اینکه در ایران الگوها متفاوت؟ من نه تنها میگم که مردان برای این کار به ضرس قاطع میدم که مردان در این کار بررسی میکنم، بلکه باز هم اشاره میکنم دلیل این که من قتلهای زنکشی رو در زمره قتل سیاسی عنوان میکنم و تعریف میکنم دقیقا این هست که این برنامه ریزی در قانون هم صورت گرفته. ببینید این اصلا چیز کمی نیست. شما یک قتل اتفاقی یعنی چی؟ اتفاقا اون قتل اتفاقی هم بهانه خیلی از در واقع مرتکبان هست، به دلیل اینکه باز در قانون براشون تعریف شده. شما اگر مردی باشید که ناگهان وارد فضایی بشید و ببینید همسرتون با مرد بیگانه ای در بستر هست یا در حین عمل جنسی اونها رو ببینید، اون زن محدور و دمه. بنابراین به نفع شما هست که همیشه بگید آقا من در آن تصمیم گرفتم، چون قانون به شما این اجازه رو داده. اگر این برنامه ریزی نیست پس چه هست؟ این اتفاقی هست که در بسیاری از موارد میفته. من در خوزستان خودم شاهد موردی بودم که پدر و برادران به پسر عمو این مسئله رو، پدر سنش زیاد بوده و به برادرزادش مسئولیت قتل دخترش رو واگذار کرد، اما خودش به گردن گرفت برای اینکه قانون او رو مجازات نمی کرد، اما پسر عمو اگر دختر عموش رو می کشت مجازاتش می کرد. بنابراین بله، من به ضرس قاطع میتونم بگم این گریز رو قانون در واقع جلوی پای قاتلانی گذاشته که زنکشی رو به بهانه اینکه در واقع فلفور رخ داد عنوانش بکنن و بعد بتونن بگن که خب این محدور و دم بود و قانون به ما این اجازه رو داد، یا بهانه های دیگه بگیرن. ولی من فکر میکنم که اساسا ما به این سمت نباید بگیم، چون فرقی نمیکنه. این یک قتل سیستماتیکی شده که قانون نه اجازش رو، بسترش رو فراهم کرده و شما وقتی که قانون پشت شما ایستاده میتونید به راحتی براش برنامه ریزی هم بکنید. برنامه ریزی هم نکنید باز هم برای شما راه فرار وجود داره. من اجازه میخوام یه مثالی هم من اضافه بکنم. این موضوع سوء استفاده به حال جامعه مرد سالار از قوانین محدود به جامعه ایران هم نیست، گرچه که جامعه ایران خیلی مجوز رو میده، ولی خب در همین سوئد که من زندگی میکنم یکی از قربانیان قتل‌های ناموسی که یک روز اصلا در سوئد به نامش نامگذاری شده و فدیمه نام داشته اون دختر، خانواده به دلیل اینکه اگر که قاتل دختر یا اساسا قاتل زیر سن قانونی باشه با چند سال و حکم بسیار کمی و با مجازات بسیار کمی مواجه میشه، چنین برنامه ریزی کردن که دختر خانواده رو به دست یکی از برادران کوچکش که ساعت 12-13 ساله و تو سن نوجوانی بوده به قتل میرسونن و به این ترتیب در واقع این امکان رو فراهم میارن که اون بزرگترهای فامیل که قصد داشتن این قتل رو انجام بدن از مجازات فرار بکنن. یعنی این فرارها معمولا نشون میده که این نوع برنامه ریزی ها از هر جایی که قانون اجازه بده معمولا از سمت قاتلان اتفاق میفته. در مورد لایحه‌ای که در ایران به عنوان لایحه تامین امنیت زنان مشهور شده که این کاشکی به همین نام میموند، در حالی که این نام تغییر کرده و به عنوان لایحه صیانت کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت تغییر نام پیدا کرده،
ما دیدیم که چطور همه سویه های مربوط به جرم انگاری خشونت علیه زنان رو حذف کردن یا به هر حال به نوعی تغییرش دادن که اساسا از موضوع خارج شده. موضوع این قضات حکومتی و موضع این قضات حکومتی و قوه قضاییه اینه که اینها هویتی با احکام شیعه از جمله ماده 630 قانون مجازات اسلامی، در واقع درسترش اینجوری نوشتن که اینها با احکام شیعه از جمله ماده 630 قانون مجازات اسلامی که قتل زن زناکار رو جواز میده رابطه عمیق و هویتی دارن. با چنین رابطه هویتی که با فقه در قوانین ایران وجود داره چه میشه کرد و باهاش چطور میشه مبارزه کرد؟ مبارزه از همین گفتگو شروع میشه. ببینید، من همیشه گفتم که اولا وقتی که در مورد لایحه حرف میزنیم باید حواسمون به این موضوع باشه که تا زمانی که در قانون اساسی بندی وجود داره که هر مصوبه دیگه و هر قانون و مقررات و لایحه دیگه ای رو ملزم به در واقع رعایت شؤونات اسلامی میکنه، ما هیچ گونه اتفاق خارج از اون حوزه تعریف شده شرع رو در مقررات و مصوبات نخواهیم داشت تا ابد. بنابراین خیلی صریح بگم مسئله ما با لایحه حل نخواهد شد، اگرچه لایحه و مقررات میتونن شرایط رو تا حدی بهتر بکنن. اما چرا لایحه، چرا کنوانسیون رفع همه گونه تبعیض از زنان که در مجلس ششم الان چند سال ازش میگذره، فکر میکنم نزدیک به 20 سال میشه ازش میگذره، تصویب هم شد اما در شورای نگهبان رد شد، اونقدر بین این دو ارگان پاسکاری شد که فرستادنش به مجمع تشخیص مصلحت، حتی امروز گرد و خاک خورده. این نتیجه سوال شماست. تمام. یعنی که این دور تسلسل که ما پاس بدیم به اون قوه و اون قوه پاس بده به خانم ابتکار این لایحه رو برداره ببره قم، تغییرات مورد نظر علما رو جلب بکنه دوباره برگردونه، نتیجهش میشه همین شیر بیال و دم و اشکمی که ما داریم میبینیم و حتی حاضر نیستن که نام زن رو بر تیتر این لایحه تحمل بکنن. بانوان در خانواده، چرا؟ چون بنده زن به عنوان یک فرد مجزای مستقل دارای هویت نیستم، دارای این شخصیت اجتماعی و سیاسی نیستم. بنابراین بله، اگر قراره که ما کاری بکنیم کارمون همینه. من فکر میکنم این مسئله هنوز در کشور ما، در گروه های سیاسی ما، در رسانه های ما، در حتی جامعه مدنی ما ترس وجود داره ازش. یک روزی آقای خمینی بعد از وقوع انقلاب گفتن که اینهایی که میگن جدای دین از سیاست اله و بله. این ترس از شکاندن این جمله تا امروز با همه گروه های سیاسی و اجتماعی ما وجود داشته و بوده. اگر ما نتونیم با همین صراحت لهجه عنوان بکنیم که تا زمانی که قانون اساسی ما زیر مجموعه ای از قوانین ایدئولوژیک هست، در بر همین پاش نمیچرخه، هیچ تغییری در حوزه قانون و حقوق زنان رخ نخواهد داد. درسته که تغییر قانون تازه گام اول برای تغییرات فرهنگی و اجتماعی، امروز هم به اندازه کافی در موردش حرف زدیم، اما سوالی که از من کردن در مورد لایحه و در واقع این که کلمه تعریف خشونت ازش حذف شده، مساق‌های خشونت ازش حذف شده، بله شما چطور میتونید وقتی که در قانون چیزی به نام تمکین وجود داره، وقتی که شما میتونید کتک بخورید اگر به خواسته جنسی همسرتون تن ندید و میتونید تنبیه بشید، حالا کتک هزار تا تفسیر ازش کردن، میتونید تنبیه بشید و میتونید در واقع به طرق مختلف مجازات بشید، بعد ما بیاییم از کدوم خشونت حرف بزنیم؟ خب معلومه که تعریف خشونت هست میشه از لایحه. لایحه با شما دیگه خشونت رو چه میخواید تعریف بکنید؟ تعریف فیزیکی میخواید ازش بکنید در قانون؟ به شما این حق در همون در واقع تعریف اولیه به همسر شما این حق داده شده.
به پدر و جد پدری حق داده شده که فرزندش رو به شوهری بده در زیر سن قانونی. پس خشونت دیگه چی میشه؟ حق دارن کسانی که این لایحه رو به نظر من رد میکنن. یعنی به نظر من شورای نگهبان و کسانی که چنین لوایحی رو رد میکنن اتفاقا صادقانه تر دارن رفتار میکنن از کسانی که در واقع میخوان به اون یک پوششی بدن که اون رو یک قوانین مدرن تری جلوه بدن. به نظر من این قوانین استقلال خودش رو از مسائل ایدئولوژیک پیدا نکنه هرگز نمیتونه ما رو به برابری جنسیتی برسونه. ممکنه این حرف خیلی دور و دراز یا رادیکالی به نظر بیاد، ولی امیدوارم این تلنگر رو ایجاد بکنه که ما فکر بکنیم اگر پیشنهادی میدیم این پیشنهاد بر چقدر شدنیه. بله، یک پرسش و میشه گفت در واقع یک اظهار نظر. من میخوام یه مسئله دیگر رو هم اضافه کنم چون مطمئنم که این ایجاد سوال میکنه. ببینید، من کنشگر اجتماعی هستم که در ایران سالها تو حوزه حقوق زنان کار کردم، مطلب نوشتم، روزنامه نگاری بودم که در همون روزنامه های ایرانی مطالبم منتشر شده. مطلبی رو که الان از سال 87 من در ایران بودم که مطلب می نوشتم. ما خیلی تلاش کردیم که باور کنیم این تغییر امکان پذیر هست، خیلی هم فرصت دادیم. ما که میگم منظورم بخشی از مردم هست که گمان میکردیم که در این دایره بسته قدرت در ایران تغییر امکان پذیره. امروز من شخصی از این تغییر در این دایره بسته ناامیدم و فکر میکنم زمان اون هست که چیزی رو که شاید به همین صراحت هرگز نمیگفتیم باید بگیم. اگر سکولاریزم رو باور نداریم باید بهش فکر بکنیم آیا راه دیگه ای وجود داره. من میگم ایدئولوژیک، حتی نمیگم اسلامی. چرا؟ چون همین اروپای آزادی که امروز شما میبینید از نظر فکری و سیاسی آزاد هستن زمانی برده کلیسای مذهبیشون بودن، اما اگر در قانون رو ازش جدا نکردن نمیتونستن به انسان بودن فرد و جامعه فرد و هویت فردیش در قانون برسن. به کره شمالی نگاه بکنیم، اونها که مسلمان نیستن اما در واقع نظام ایدئولوژیک دارن، به دیکتاتوریشون نگاه بکنیم. بنابراین من میگم نظام سکولاریسم منظورم فقط جدای دین اسلام از چیز نیست که مسلمان ها بیان بگن آقا الان این، من دارم میگم نظام ایدئولوژیک باید پاش رو از قانون بکشه بیرون و قوانین رو کسانی بنویسن که در علم حقوق، علم جامعه شناسی، روان شناسی، مردم شناسی، اقتصاد، همه اونها نقش دارن و متخصص هستن. این یک کار جمعی هست، نه کسی که در قم نشسته ما یک لایحه ای رو ببریم و او بگه که نه مثلا عین القضات همدانی چی گفته یا صنایع نمیدونم 1400 سال پیش فلان امام چی گفته یا چی چجوری این روایات به ما رسیده. تا وقتی که ما این کار رو میکنیم، حالا میخواد مسئول معاون رئیس جمهورش باشه یا میخواد بنده کنشگر باشم، در به همین پاشنه خواهد چرخید. سپاس. دوستی پرسیدن برخی اکنون برای مقابله با زنکشی کمپین من یک بیناموس هستم رو انداختن و میگن باید با فرهنگ ناموس پرستی مبارزه کرد. بعد میگن تمرکز رو از قربانی ها میگیره. بعد مردانی که چنین قطعایی میکنن به ناموس پرستی و غیرتشون افتخار میکنن، چه میشه کرد که این بشه با این فرهنگ ناموس پرستی مبارزه کرد؟ ببینید گاهی اوقات از رادیکالیسم نترسیم، واقعا جدی دارم میکنم. گاهی اوقات شعارهای رادیکال ممکنه که ما رو تکان بدن و ممکنه ما این تکان دادن باعث بشه که سرمون رو برگردونیم و فکر بکنیم که خب اینا هم دارن از اون ور بوم میافتن. ولی نه، چرا که نه، ما فکر کنیم به این که اگر ما میگیم فلانی بی ناموسه اساسا یعنی چی. من شاید اگر مرد بودم بدم نمی اومد که به این کمپین بپیوندم، برای اینکه صرفا نه به خاطر اینکه من واقعا جدی دارم میگم، نمیدونم این حرفای من چقدر رادیکال به نظر میرسه. خودم همیشه اتفاقا خودم آدم محافظه‌کاری دونستم، ولی همیشه این باساب رو گرفتم که آدم رادیکالی هستم. ولی من فکر میکنم گاهی اوقات ما نیاز داریم تکان بخوریم. اگر قتل یک آدم ما رو تکان نمیده، شاید این که یه نفر بگه آقا من بی‌ناموسم من رو تکان بده، اون وقت من هم فکر کنم که در واقع باید به این موضوع فکر کرد و برای این موضوع باید کاری کرد. بله، شما میتونید به کمپین من ناموس
کسی نیستم. بله بله، اون رو که حتما اون همین الان اعلام میکنم که در زندگیم ثابت کردم. بله، پرسیدم که حمایت فمینیستای حکومتی در قدرت چقدر میتونه مفید باشه در مبارزه با این قوانین فقهی، یعنی منظورشون کسانی که به هر حال در داخل ایران سعی میکنن از طریق نزدیکی با نهادهایی که مثلا قانونگذار مثل مجلس یا به هر حال دولت معاون امور زنان اینها سعی کنن که تشویق بکنم به یه سمتی که قوانین تغییر بکنه، شما چقدر فعالیت اینها رو مفید میدونید؟ خیلی دوست دارم یک جواب امیدوارانه به این سوال بدم، واقعا جدا میگم دوست دارم که یک جواب امیدوارانه به این سوال بدم. اما مسئله خیلی ساده تر از این حرف هست. کجا و کی کدام فمینیست حکومتی توانسته یک موضوع مرتبط با زنان رو قبل از اینکه در جامعه تبدیل به یک صدای بلند بشه خودش در به عنوان یک اولویت دولت یا حکومت ایران مطرح کنه؟ کدوم مورد وارد شدن؟ در هر مورد هم که حرکت اجتماعی صورت گرفت اول به ما گفتن که این که اولویت زنان نیست، اولویت زنان فلان چیز است. بعد می رفتن می نشستن دور هم، آخرش در بهترین شرایطش همین لایحه هست که الان در موردش حرف می زنیم. من واقعا دوست دارم بگم که کسانی با نگاه مثبت رفتن در دولت و خواستن کاری بکنن، اما آیا توانستن کاری بکنن؟ خب اگر نتوانستن بعد از 41 سال من به چه چیزی امید داشته باشم؟ به کدوم اولویتی که اونها تونستن انجام بدن در دولت امید داشته باشم؟ بله شما ببینید، من زمانی اومدم برنامه های توسعه دولت رو یکی یکی پیش بردم، مثلا در برنامه دوم چه موضوعی از زنان اولویت قرار گرفت، در برنامه دوم چهارم تا پنجم که و چیز رو که دارم می نویسن. واقعیت اینه که در بسیاری از این موارد برنامه هایی که حتی در برنامه چشم‌انداز توسعه نوشته می شد پیرو نیازهای اجتماعی بود که کنشگران یا خود مردم صداشون رو در اون زمینه بلند می کردن. ما متاسفانه در حکومتمون افراد پیشروی نداریم از نظر سیاسی و اجتماعی که بیان در واقع یک چشم‌اندازی رو برای بهتر شدن اوضاع تصویر بکنن. تا زمانی که فمینیست حکومتی ما چهارمین بار این مطلب رو عنوان میکنم پرونده رو میزنه زیر بغلش میره قم دستور بگیره که این لایحه رو به من اجازه امضا بدین، من به رو دیوارت کدوم فمینیست حکومتی یادگاری بنویسم؟ حالا جالبه که پرسیدم اصلا مگه فمینیست هم حکومتی میشه؟ حالا من دیگه وارد این موضوع نخواستم بشم که حالا که قرار فوش بخوریم بیشتر فوش بخوریم، ولی منظور این که اینم یه بخشی از ماجراست. برای اینکه وقتی حکومتی فمینیست رو فوش میدونه، شما اگر قرار باشه که فمینیست حکومتی داشته باشید که کلمه فمینیست از دروس دانشگاهی شما حذف نمیشه. خانم خزعلی، خانم خزعلی برید مقاله هاشون رو بخونید، تمام این ماجرا میگه اصلا فمینیست یک واژه‌ای هست که برای نابودی فرهنگ ما اومده به ایران، بعد شما میگید فمینیست حکومتی. پس حکومت کیه؟ اگر ایشون حکومتی نیست پس حکومت کیه؟ حکومت خانم ابتکار هست که میره از قم دستور بگیره بعد ما به ایشون بگیم فمینیست؟ سپس یه سوال هست که به هر حال فکر میکنم تقریبا میتونیم با این سوال سوالا رو ببندیم و اگه شما بعد موضوعی خواستید اضافه کنید. مرسی. اینکه موضوع زنکشی با اینکه در آمارها و ارقامها عمده است در همه جای دنیا، اما یکی از قربانیان قتل‌های ناموسی اقلیت‌های جنسی هستند، بچه‌های گی، لزبیان و ترنس. چه کنیم که اینها رو هم در این کمپین‌ها بگنجونیم؟ قتل حتی یک نفر به بهانه ناموس پرستی اگر اون آدم اقلیت جنسی باشه مهمه و باید براش کاری کرد. خیلی موافقم، خیلی زیاد موافقم و خیلی زیاد مورد انتقاد قرار گرفتم از طرف دوستان همجنسگرا یا LGBTQ که ما در این زمینه، ما منظورم فعالان حقوق زنان هست، در این زمینه کم کار کردیم.
در دنیا گروه های فمینیستی واقعاً واژه فمینیسم امروز خیلی گسترده تر از مسئله دعوا که نه دعوای حقوقی منظورمه، مسئله حقوقی بین دو جنس زن و مرد شده. امروز مسئله فمینیسم از مسئله جنسیته، نه مسئله زن بودن یا مرد بودن. ولی خب ما در ایران متاسفانه هنوز در گام های پیش از صفریم، یعنی اینکه هنوز حتی نمیتونیم راجع به همین کلمه‌ای که من گفتم در به صورت آزاد بنویسیم، راجع بهش حرف بزنیم. ولی این انتقاد واقعا به خیلی از ما وارد هست که در این زمینه کمکاری کردیم. به خود گروه های LGBTQ هم خیلی این انتقاد وارد هست که اونها هم کمتر وارد همگرایی شدن با گروه های دیگه. خوشبختانه در سالهای اخیر البته این واقعا این مرزبندی ها کمتر شده، منظور من در گستره حداقل دو سه دهه اخیر هست. ولی این انتقاد رو شخصا میپذیرم و فکر میکنم که خیلی بیشتر از اینا باید راجع بهش حرف بزنیم. از رسانه ها واقعا میخوام به این موضوع بیشتر توجه بکنن. ما حتی در مورد حرف زدن در فضاهای خصوصیمون هم این مسئله تابوه، چه برسه به رسانه ها، چه برسه به شبکه های اجتماعی و چیزهای دیگه. بیشتر فعالان گروه های اقلیت های جنسیتی در گروه های خودشون حرف میزنن، در گروه های بسته خودشون در شبکه های اجتماعی حرف میزنن، در حالی که واقعا این مسائل باید خیلی عمومی تر مطرح بشه و شاید شبکه های اجتماعی فضای مناسبی باشن برای شروع این گفتگو. من گفتم آخرین سواله، ولی دو تا چیز دیگه هم هست، چون هر حال دوستانی هستن که مشارکت کردن و گوش کردن بحث رو و دوست دارن که تا سوالشون پاسخ داده بشه. من خواهش میکنم که به این دوتا هم جواب بدیم که چه تضمینی هست که با تغییر قوانین دیگه این اتفاق نیفته، یعنی این نقط ها. فکر کنم به این سوال جواب دادیم. ببینید، هیچ تضمینی وجود نداره، هیچ تضمینی وجود نداره. زنکشی محصول یک مجموعه علته، محصول یک موضوع به نام قانون نیست، ولی میتونیم بگیم فرهنگ و سیاست هر دو، یعنی قانون درش میگنجه، هنجارها درش میگنجن، حوزه های آموزشی و آگاهی سازی درش میگنجن، نهادهای رسانه‌ای درش میگنجن، یک شبکه است. با تغییر یکیش مسلما ما نمیتونیم معلول رو عوض کنیم، ولی با تغییر یکی میتونیم بر علتهای دیگه تاثیر بذاریم. با تغییر قانون میتونیم دولت رو موظف بکنیم که در آموزش نقش بیشتر و فعالتری ایفا بکنه برای متوقف کردن زنکشی و دخترکشی. فکر میکنم کوتاه‌ترین جواب همین. مقاومت عجیبی از سوی مردان ایرانی در رابطه با هر کنش فمینیستی وجود داره، مثلا در این مورد هم زنکشی هست، داد و بیداد را میندازن که این همه اینها مثلا همه مردان نیستن و معلومه که همه مردان نیستن. با این واکنش رو چه میشه کرد؟ چطور میشه مردان؟ ببینید، من حتی در جامعه نروژ که به هر حال واقعا از نظر برابری جنسیتی خیلی شرایط خوبی داره، حتی در اینجا هم در جوامع مردانشون گاهی اوقات میبینم که با مسائل مرتبط با جنسیت سکسیستی برخورد میکنن، یا حتی با مسائل فمینیستی به طور مشخص، با اینکه بخش عمده ای از مردان این جامعه فمینیست هستن. این رو، یعنی این واکنش ها رو، بخشیش رو ربط میدم به مقاومت درونی که به طور طبیعی وجود داره. ببینید، ما وقتی که بحث از برابری میکنیم یعنی چی؟ یعنی که شما که حقوق بیشتری از بنده دارید باید بیاید پایین وایسیم روبروی هم در یک پله. بنابراین بحث منافعه. فمینیسم قرار نیست که ما رو به جون هم بندازه، برای اینکه در نهایت این برابری به نفع همه جامعه هست، برای اینکه زن سالم و مرد سالم، مرد برابر، جامعه سالم نیازمند آدم‌های برابر هست. نابرابری و تبعیض جامعه رو ناسالم و ناامن می‌کنه. ولی برای رسیدن به این امنیت و سلامت شما نیاز دارید که دو طرفه وارد کنش بشید.
یه طرف حقوقش رو میخواد، اون یه طرف باید حقوقش رو از حقوق خودش کم بکنه. شما به قانون ارث نگاه بکنید. من میخوام بگم گاهی اوقات ما نباید انتظار داشته باشیم کسی در خارج از خانه ما حتما بیاد برابری رو برای ما تعریف بکنه یا حق رو در قانون بده. خیلی خوب، در قانون وجود نداره، شما از خانه هاتون شروع بکنین. چند مرد حاضرن با خواهرانشون ارث برابر داشته باشن؟ برگردم به سوال شما، خود سوال یادم رفت. چطور مردها رو میشه همراه کرد؟ یادم اومد. بخشی از این مسئله این مقاومت بر سر از دست ندادن منافع و حق هست که به هر حال باید بهش در واقع در این نوسان و در این چالش باید به یک تعادل برسیم، مثل همه جوامع دیگه ای که رسیدن یا در راهشن در مسیرشن. اما مسئله دیگه واقعا هنجارسازی و فرهنگسازیه. شما در جامعه، ما در مورد جامعه ای داریم حرف میزنیم که صبح تا شب اون تریبون های حکومتی دارن به مسائل به دنیای غرب فحش میدن. همه دستاوردهای یک جامعه مدرن از جمله فمینیسم، از جمله برابری جنسیتی رو دشمن مردم خطاب میکنن. شما با چنین ابزارهای هنجارسازی نمیتونید انتظار داشته باشید که من و شما یه نعیمه‌ای که شبکه اجتماعی داریم، زمانه داریم، دو تا تریبون داریم، یه وبسایت داریم، یه کنشگر هستیم یا 5 تا مقاله و کتاب میتونیم بنویسیم، بتونیم همپای اون صدا و سیمایی که صبح تا شب داره هنجارسازی میکنه در برخلاف حقوق زنان حریفش بشیم. بنابراین ولی هیچ چاره دیگه ای هم نداریم، هیچ چاره دیگه ای نداریم که از همین حلقه های کوچک، از همین کنشگری کوچک شروع بکنیم و ادامه بدیم. مثل خیلی از جاهای دیگه فکر نکنیم واقعا کشورهای دیگه آپولو هوا کردن یا مثلا یک انفجار رخ داد درشون که به برابری رسیدن یا به استقلال بیشتری رسیدن زنانشون. نه، اونها هم همین مسیرها رو رفتن. اما مهمی برای همینه که میگم اون آقای ایران دوست که از من پرسیدن مکانیزم بین المللی آیا جواب میده یا نه، مسئله من الان مکانیزم بین المللی نیست، مسئله من بلند شدن صدایی هست که خفه شده. خیلی ممنونم آسیه جان. اگر شما چیزی برای دارید که بخواید بحث رو جمع بکنیم، ممنون میشم که اضافه کنید. و من فقط میخوام از همین بحث آخری که کردیم با همین ببندم موضوع رو، و اون هم این که دیروز هم ما در یک رسانه دیگه صحبتی داشتیم در مورد مسئولیت شخصی و مسئولیت اجتماعی و در کنارش بحث سیاسی یا در واقع اون کنترل سیاسی که داره در تمام این اتفاقات رخ میده. واقعیت این هست که این اتفاق رو نباید مختص زنان بدونیم. زنکشی یک پدیده مختص زنان نیست، اگر هم قربانیانش زن هستن. زنکشی یک پدیده اجتماعی هست. اگر کمپینی را میفته که من آدم بی‌ناموسی هستم، اون داره به شما تلنگر میزنه که ناموس در واقع مخالف استقلال سرنوشت یک انسان هست. او متعلق به شما نیست که بهش بگید این ناموس منه. کسی ناموس کسی نیست. اگر ما این اصل اولیه رو باور بکنیم، اون وقت شاید از فحش بی‌ناموسی خیلی استقبال هم بکنیم. مسئله دیگه این هست که باورهامون رو، خیلی از ما، شما وقتی ما با دوستان ایرانی، با جامعه ایرانی ارتباط داریم، خیلی از اونها خیلی حرفای زیبایی میزنن، بسیار حرفای پیشروانه و روشنفکرانه ای میزنن، اما همین افراد اگر قرار باشه در یک کنش بسیار کوچک اجتماعی شرکت بکنن، با تردید مواجه میشن، برای اینکه فکر میکنن این کنش اجتماعی میتونه منافع شخصی یا خانوادگی یا اقتصادی اونها رو به خطر بندازه. دوست من، هموطن، رفیق، تا وقتی که ما حاضر نشیم به این در واقع به این مسئله تن بدیم، به این ریسک پذیری تن بدیم، مطمئن باشید هیچ کس از آسمان فرود نمیاد که چه به زنکشی، چه تغییر قانون، چه تغییر فرهنگ یا چیزهای دیگه ما در واقع بپردازه. میخواد این آسمان دنیای غرب باشه یا هر جای دیگه، این اتفاق باید از ما شروع بشه. اگر یک روزی فکر کردین که علاوه بر خودم رو میگم،
به کسی بر نخوره، علاوه بر غر زدن در حریم خونه یا جمع دوستانه میتونیم وارد یک کنش اجتماعی بشیم، اون روز جای امیدواری داره که ما واقعا میتونیم شاهد یک تغییر جدی باشیم. خیلی سپاسگزارم از آسیه امینی عزیز. مرسی. که بعد از اون روز جمعه رو وقتشون رو اختصاص دادن با ما به اشتراک گذاشتن تجربه ها و نظرات رو. امیدوارم خیلی رو منبر نرفته باشم نایمه چون برای اینکه دلم میخواست که بیشتر گفتگو باشه، ولی خب واقعیت اینه که من این طرف نشستم و سوال ها فقط میاد. خیلی تلاش کردم که نصیحتگرانه حرف بزنم، چون اساسا از پند و نصیحت متنفرم. ترجیح دادم تجربه ها رو بیان بکنم. پوزش میخوام اگر گاهی اوقات لحن من صدای منبر معابانه گرفت. اینطوری نبود، لحن شما لحن کنشگرانه بود به نظر من. خیلی جذاب. فکر میکنم که سرعت و روند جلسه هم بسیار خوب پیش رفت. سوالای بسیار خوبی از همراهانمون دریافت کردیم. من از اونها هم تشکر میکنم، همین که این وقت رو گذاشتن و این بحث رو شنیدن حاضر این هست که این مسئولیت اجتماعی رو احساس میکنن. دوستانی هستن که بعدا این بحث رو گوش میدن، از اونها هم همینجا تشکر میکنم و امیدوارم که این برنامه ها گام کوچکی باشه برای مبارزه با سیستم تبعیض جنسیتی و خشونت به هر معنا، به ویژه علیه زنان و هر گروه اقلیت قومی یا هر گرایش جنسیتی فارغ از مکانش که ایران باشه در همه جای جهان. سپاس. خیلی ممنونم. خیلی ممنون از شما نعیمه جان، از رادیو زمانه و از همه کسایی که فرصت گذاشتن، وقت گذاشتن به ما گوش کردن. ممنونم. روز بخیر. روز شما بخیر.